چین میگوید 456 هزار اویغور به تازگی در سینکیانگ استخدام شدند، اما کارشناسان میگویند که بیشتر مشاغل کار اجباری در کارخانه ها و مزارع است. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. چین میگوید که 456 هزار نفر در طول 10 ماه اول سال در منطقه سینکیانگ در غرب این کشور به تازگی استخدام شدند. دولت پکن ادعا دارد که با موفقیت توسعه اقتصادی را برای ایجاد یک جامعه اویغور شاد و هماهنگ ترویج می‌کند. اما کارشناسان و فعالان اویغور میگویند که بسیاری از این مشاغل مورد ادعای دولت چین اختصاص به کار اجباری تعداد زیادی از اویغورها دارد که در شبکه وسیعی از اردوگاه‌های بازآموزی بازداشت شدند یا هنوز در بازداشت هستند، جایی که حقوق بشر آنها به طور معمول مورد نقض قرار میگیرد. ایلشاد حسن کوکبوره، نایب رئیس کمیته اجرایی کنگره جهانی اویغور، گفت که مقام‌های چینی برای کنترل اویغورها اردوگاه‌های کار اجباری را راه‌اندازی کردند. وی در ادامه تأکید کرده که هدف اصلی چنین اقدام‌هایی توسط دولت چین این است که اویغورها را تحت نظارت و کنترل خود در تمام طول روز قرار دهند و در نهایت با هدف نابودی و ریشه‌کن کردن مردم اویغور سیاست‌های خود را پیش ببرند. آدریان زنز، مدیر مطالعات چین در بنیاد یادبود قربانیان کمونیست، مستقر در ایالات متحده و کارشناس منطقه سینکیانگ، طی سخنانی در مورد منشأ این نوع کار اجباری در منطقه اویغور، وجود دو عامل برجسته را به عنوان مهمترین دلایل دولت چین از این گونه اقدام‌ها مورد تأکید قرار داد. او گفت که اولاً اویغورها و سایر مسلمانانی که در اردوگاه‌ها بازداشت شده‌اند به کار اجباری در محوطه اردوگاه‌ها یا کارخانه‌هایی در مکان‌های مجاور منتقل شده‌اند. آنها در نهایت به مکان‌های کار دیگری و در طرح دیگری منتقل خواهند شد. طرح دوم مربوط به سیاست کاهش فقر در چین است که کارگران مازاد روستایی اویغور را در برنامه‌های انتقال نیروی کار قرار می‌دهد که مستقیماً به اسارتگاه‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری مرتبط نیستند، اما همان محدودیت‌ها در رابطه با آنان اعمال می‌شود. آنها ممکن است در نهایت در همان کارخانه‌ای کار کنند که کارگرانی که در کمپ‌ها بازداشت هستند کار می‌کنند. وی در ادامه افزود دولت چین با این طرح‌ها مشغول نظارت بر اقلیت‌های قومی و کنترل آسان‌تر آنها در کارخانه‌های متمرکز به جای کارخانجات پراکنده است. مدیر مطالعات چین در بنیاد یادبود قربانیان کمونیست مستقر در ایالات متحده همچنین افزود جدایی این افراد از خانواده از دیگر اهداف دولت چین است تا با حضور مداوم در اردوگاه‌های کار اجباری آینده‌ای برای آنان و نسل ایشان متصور نباشد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. ساعت قبل گفتگوی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از ایشان پرسیدم با توجه به ادعای دولت چین مبنی بر استخدام 500,000 مسلمان از یک طرف و گزارش‌های متعددی که در رابطه با سیاست‌های حذفی و انقباضی چین بر علیه مسلمانان اویغور از سوی دیگر به گوش می‌رسد، تحلیل شما در این زمینه چیست؟ در رابطه با سیاست‌های دولت چین نسبت به مسلمانان اویغور، به طور مکرر گزارش‌های متعددی رو هم از طرف افکار عمومی کشورهای مختلف، رسانه‌ها و هم نظارت‌هایی که بازرسان سازمان ملل به ویژه کمیته‌های حقوق بشری و سایر کنوانسیون‌هایی که نظارت بر مسائل و فعالیت‌های حقوق بشری رو در کشورها مورد رصد قرار میدن، ما به طور مکرر این موارد رو به صورت مستند و گزارش‌های مفصل داریم. خدمت شما عرض بکنم سیاست ایجاد یک فرایند فشار مضاعف روی اویغورهای مسلمان از طریق ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری از طرف شی جینگ پینگ رهبر کنونی چین از سال 2014 به طور جدی دنبال شد. سیاست‌هایی که در پرتو این طرح یکسانسازی یا همگونسازی جمعیتی در
کشور چین صورت گرفت و همچنین به ظاهر سیاست مبارزه با فقر توسط دولت چین داره دنبال میشه. این طرح عملا به ضرر مردم اویغور بوده، چرا که مردم اویغور با برخورداری از حداقل امکانات و محرومیت از فرایند تعهدی که نسبت یا باور قلبی که نسبت به دین و آیین خودشون دارن، دولت چین متاسفانه با وضعیتی که وضعیت فشاری که علیه دولت مسلمان اویغور درست کرده، اینها رو به اجبار به اردوگاه‌های کار میفرسته و از اونها بهره کشی میکنه. این بهره کشی هیچ سودی یا سود مادی برای مردم اویغور نداره و صرفاً یک نوع در واقع فشاری هستش که دولت چین عملاً تلاش میکنه که اینها رو همواره تحت کنترل خودش داشته باشه. اقلیت‌های دینی که در این شکل تابع سیاست‌های کمونیستی دولت چین نیستن و مردم اویغور پایبندی به دین خودشون رو مکرر ثابت کردن، طبیعتاً با فشارهایی از طرف دولت چین در ممنوعیت از استفاده از فرایض دینیشون و برخورداری از امکاناتی که به طور حداقل میتونه برای هر شهروند چینی در نظر گرفته بشه مواجه هستن. مواردی که ما به لحاظ ظلم و فشارهای شدید علیه مردم اویغور میبینیم، موضوعاتی هستن که باید گفت شامل فشار نه تنها بر مردان و اعزام اونها یا اجبار به حضور اونها در اردوگاه‌های کار اجباری و تحمل مشقت و سختی هایی که همواره برای زندانیان و مجرمین در چین در نظر گرفته شده، قرار دادن این مردم در کنار این مجرمین و همچنین ایجاد فشار بر خانواده اونها، موارد بسیار مکرری از گزارش های سازمان ملل هست، از طرح شکایت هایی که مربوط به تجاوز به زنان اویغور هست، طرح عقیم سازی مردان و زنان، وارد کردن فشارهایی در رابطه با ضرورت یا اجبار سخت جنین در اثر تجاوزهای بی‌رویه به بانوان، موضوعاتی در رابطه با گرفتن اعضای خانواده و کودکان و فرزندان این خانواده ها و کوچ اجباری اونها به سایر مناطقی که بتونن در داخل جمعیت غیر مسلمان چین ادغام بشن. اینها فقط نمونه های خیلی کوچیکی هستش که دولت چین متاسفانه با نقض مقررات بین المللی تلاش میکنه این سیاست رو بدون توجه به کنوانسیون های بین المللی به اجرا بذاره. طبیعتا برای همه کشورهای مسلمان این یکی از موارد بسیار مهمی هستش که با مشاهده گزارش هایی که در سازمان های بین المللی علیه نسل‌کشی در چین صورت میگیره توسط حکومت چین، طبیعتاً باید مکانیزم‌های اجرایی و مؤثری رو برای محکومیت دولت چین و جلوگیری از ادامه این سیاست‌ها و آزادی ادیان و حقوق شرایط و حقوق شهروندان باید در نظر گرفته بشه. من امیدوارم که انعکاس این موارد در رسانه شما و سایر رسانه‌هایی که طبیعتاً مسئولیت کمک به مردم و مسلمان در تمام نقاط دنیا رو دارن بتونه اینقدر قوی باشه که اثرگذار باشه و دولت چین رو وادار به توقف این سیاست‌های ضد انسانی بکنه.